آندراز و چند داستان کوتاهتر صبحانه گنجی به او که لحظات پیش از صبح را بیش از باقی روز دوست میدارد که اگر نبود نوشتن همین چند صفحه چند قرن طول میکشید آندراز بهتر است هنگام خرید تخت خواب چند دقیقه روی آن دراز بکشید و راحتی آن را عملا تجربه کنید. سیگار احمد تو چه سکسی سیگار میکشی؟ اگر جمله بالا را آیدا گفته بود احمد هر وقت آگاهانه سیگار دود میکرد حواسش به این نکته بود که اگر دختری در حال نگاه کردن به او باشد قطعا شیفته سیگار کشیدنش خواهد شد اما جمله بالا از دهن عباس سر آمد احمد تو چه سکسی سیگار میکشی؟ و حالا احمد هر وقت حواسش به سیگار کشیدنش هست یاد عباس میافتد جنسیت گوینده می تواند تأثیر جمله‌ای در وصف تو را بالکل متفاوت کند احمد هنگام سیگار کشیدن در صورتی که آیدا گفته بود احمد تو چه سکسی سیگار میکشی عکس غرورآمیز احمد در حال کشیدن سیگار احمد هنگام سیگار کشیدن وقتی یادش هست چه از عباس شنیده چهره معتمزده احمد صابون عباس و احمد برای یک ماه همخانه بودند در حمام خانه دو صابون بود یکی نارنجی مخصوص احمد دیگری سفید مخصوص عباس احمد. احمد دوش که می گرفت صورتش را با صابون نارنجی می شست دم دستگاهش رو با صابون سفید عباس هم صورتش رو با صابون سفید می شست دم دستگاهش رو با صابون نارنجی هیچگاه به ذهن هیچ کدام نرسید که دیگری را از رسم صابون و شیوه تنمالانی خیش بیاگاهانند البته مگر آدمی مثل عباس چند بار در ماه حمام می رود. عباس پیش از عزیمت زیر دوش عکس عباس حپلی آینه آیدا همیشه فکر می کند در آینه زیباتر به نظر می رسد تا در عکس مطمئن نیست از دید دیگر موجودات بیشتر به تصویری که در آینه می بیند شبیه است یا به تصویری که در عکس امیدوار است بیشتر شبیه باشد به تصویری که در آینه می بیند معقولتر هم همین است هرچه باشد در آینه تحرکی هست که در عکس نیست و این نزدیکتر است به طرز دیده شدن از دیگر چشمها این عکس دومین هدیه است که احمد برای آیدا گرفت همراه با دفترچه یادداشتی که ابتداش نوشته شده بود تو که با توی آینه نگاه کردن یاد من نمیفتی شاید با دیدن این بیفتی عکس دست آیدا که آینه دستی کوچکی را گرفته احمد دنیا جای خوبی برای کردن زندگی نیست زندگی را باید جای جز دنیا کرد در جایی جز دنیا کرد جایی جز دنیا من احمد برغی فرزند رسول اواخر اردیبهشت ماه سال 1383 شمسی به این نتیجه رسیدم که عشق مطلقا آلت نرینه کرخری است که طبیعت به مردها زده و به زنها داده آن روزها با عشقم، امیدم، حیاتم قدم میزدیم روی پیاده روی توت گرفته خیابان انقلاب کنار نرده های بیریخت و پرده دانشگاه تهران بوی توت له شده حالم را به هم میزد دست در دست ترد آرزو گام بر می داشتیم آهسته بیان که بدانم چند لحظه بعد آسمان دهان باز می کند و آن دراز بیشا خودم می افتد پیش پای ما و سر در گوش من می کند و می گوید از آرزو بترس، ترس از آرزو بترس، ترس حالم از بوی توت به هم میخوره خوبه که از آرزو بترس. ترس از آرزو میترسیدم آن اوایل فکر میکردم نزدیکش که بشوم زوب خواهم شد اما حالا چرا باید بترسم چرا باید از آرزو بترسم اصلا این مردک که بود که دورم کرد از بوی گند توت و دست ترد آرزو بچه که بودم آرزو داشتم پاهایم را 180 درجه باز کنم. آرزوی بی خودی بود اما چون هیچ حمت مضاعفی صورت ندادم و پیروز مندانه حتی 140 درجه هم نشد بازشان کنم تصمیم گرفتم زنی بگیرم که بتواند پاهایش را 180 درجه باز کند. با ذهن بچگانم تصور می کردم خیلی عظیم مردم را که دعوتشان می کنم به تماشای پاهای 180 درجه باز شده همسرم و کیف می کنم. بزرگتر که شدم آرزویم از یادم رفت تا اینکه آرزو را دیدم دیدم که برای دوستانش ادای پاهای 180 درجه باز شده را در میآورد و با ورود نیمه غریبه ای که من باشم به کلاس حل شد و نزدیک بود عملا 180 درجه باز شود از هم پاهاش و من کمک کردم و دیگران خنده تون تند میزد قلبم زوب نشدم اما آب نشدم بریزم زیر پاهای خشک حاضران زیر کفش اسپورت آرزو هنوز کفش آبی سفید رو داری؟ کدومشون؟ این چه ذهن بیماری است که زبان را وامی دارد طوری در دهان بچرخد که آنچه در آن زمان به یاد میآورد را بیان نکند به آرزو همان گونه پاسخ میدادم که موسی به خدا خدا به عصای موسی اشاره کرد و فرمود چیست این موسی در گفتگوهای روزمرهاش به گفتن عصا اکتفا مینمود اما در مواجهه با خدا گفت این از چوب فلان است و کار رو برایم می کند و گاهی بیسارم می شود و شده حتی که کذا و کذا نیز با آن کنم آرزو به خط خطی های پایین دفترم اشاره کرد و گفت این چیه؟ من در گفتگوهای روزمره به گفتن مزخرف اکتفا می نمودم اما گفتم این شرح آن لحظه هم بوده احتمالا لحظه شادی نبوده شاید سر کلاسی خواب آور کشیده باشمش این گوشه را می بینی؟ اینجا آرنج یکی خورد به آرنجم آن گوشه را میبینی؟ آنجا کسی فریاد زد معنی از یوم چی پس استاد هیچ کدومشون همون که اون روز اولی که با هم حرف زدیم پام بود این چه ذهن بیماری است که زمان را می دارد طوری در جهان بچرخد که آنچه ذهن زودتر به یاد میآورد را دیرتر نشان بدهد از آرزو به ترس سر بر میگردانم لای دیگر هم نوانش دور می شود آرام و دراز آرزو میپرسد که بود میگویم نمیدانم میگوید چه میخواست میگویم میخواست بترسم از تو میگوید ها میگویم همین میگویم تو را از کجا میشناخت میشناخت گفت آرزو گفت آرزو گفت آرزو کارمان از جدلی آرام کشید به ای دراز با ترجیح ناسزا به اجداد و سخن ماندمان هیچ لطف و سودی ندارد جز این که مرور کنم تا ماها بعدش حال و روز خوشی نداشتم و اگر نبود باز بیچاره می شدم. افسرده می مندم. چقدر خجسته بود حضور دوباره عباس درست حین گذارندن آن دوره مزهک کسی که حرف که میزنی چشم از چشمت بر نمی دارد. من فکر می کنم زندگی هر آدمی به دو دوره تقسیم می شود دوره قبل از آشنایی با بهترین دوستت و دوره بعد از آشنایی با بهترین دوستت و اگر زمانی تعهد و صمیمیتتان به جدایی رسید تو دیگر آن آدم سابق نیستی زندگی تازه خواهی داشت که آن هم قرار است به دو دوره تقسیم شود قبل و بعد از بهترین دوست بعدیت و اگر بهترین دوستی در کار نبود در واقع زندگی نکرده ای که بخواهد به دو دوره تقسیم شود من دو بار زندگی کردم قبل و بعد از عباس قبل و بعد از آیدا عباس را از شهرستان میشناستم از دبستان هم کلاس بودیم و هم محل آن دوران چندان صمیمی نبودیم رفاقتمان خلاصه میشد در دوز و پلیس بازی کردن های مدرسه و فوتبال بازی نکردن های محله بازیمان نمیدادند بیشتر وقتها بچه تر بودیم از دیگر بچه ها. با خانواده نوجوانی را آمدیم پایتخت عباس هم بی خانواده آمد ده سال بعد البته دانشگاه قبول شده بود هر روز در یک ایستگاه منتظر اتوبوس میماندیم و در یک ایستگاه از اتوبوس پیاده میشدیم گاهی همزمان هم, هم میشد سوار و پیاده شدنمان یک بار که جایی برای نشستن او پیدا شده بود و برای نشستن من نه بالای سرش میله را دو دستی چسبیده بودم که چشمم افتاد به چشمش و چقدر به چشمم آشنا آمد فردایش در انتظار بودم که سیگاری در آورد و دست کرد فندک هم در خودم را رساندم تا با آتش من بسوزد سیگارش و گفتم جایی دیدم تو را انگار و گفت گویا هم مسیریم هر روز و گفتم خیر پیش از اینها دیده امت مدرسه کجا بودی؟ شهرستان دویرستان تمام مقاطع تحصیلی هم را شهرستان بودم کجا؟ اتوبوس آمد هنوز سپک نشده بود کجا؟ همانجا که شراب هاش معروف است این را گفته بود بگمانم که اگر پسر سر محجوبی هستم به خیالش شوم یا شاید گفته بود تا در هر حالی بی خیالش شوم کدام دبستان میرفتی یک بار هم خوردی زمین و دستت شکست یک بار یک یار کم آوردند و بازیت دادند یادت میآید آن روز میخواستم خفه کنم خفه رو تازه از آقای بهادری آموخته بودیم یادت هست روزی هفتاد بار میگفتیم به هم اینکه گفتند عشق زمان را به فراموشی می سپرد و زمان عشق را محمل محض است حتما باید لاقل نیمچه جایگزینی باشد که جای آن لحظات آمیخته به عشق را بپوشاند حتی اگر شبیه عشق نباشد مثل همین در پارک نشستن ها و برای آبران غمگین و شاد داستان سر هم کردن ها مثل یکی دو ماهی یک بار به سینمایی سالن تئاتری جایی رفتن ها ردیف آخر سالن قشقایی نشسته بودیم با عباس بغل دست چپ من دختری ایستاده بود با دوربین عکاسی گاه به گاه راه به راه عکس میگرفت از کسان نمایش با نمک بود گندمی و با نمک هنوز هم هست گندمی و بانمک چند درصد از ذهنم مشغول طرح کلماتی بود که باید برای سر حرف رو باز کردم با او کنار هم بچینم نمایش که تمام شدم بیرون دیدمش که در حال وارسی عکس که گرفته تمام که شد راه که میخواست بیفتد تنها چهار قدم فاصلمون بود گفتم بمان و باز گفتم بمانو ببین طولانی شد اگر صبر کن لطفا رفتم همگامش شدم از چنین بیمقدمه همگام همگامشانه شدن ما نیستاد. سر دونستان اسمت شرط میمندم هیچ کدوم از عکساتون این چیزی نشده که میخواستی بشه شرط بردی من آیدام دستش را برای دست دادن جلو آورد احمد دستم رو برای دست دادن جلو بردم توی سالن حواسم بود که حواست به منم هست دستش رو ول نمیکردم نه اینکه قصدی خداگاه یا ناخداگاه داشته باشم پرت بود حواسم خب طبیعیه اینکه ول نمیکنی دستم آن طبیعیه ول کردم دستش را مسیرت اگه میخوره تا میدون ولی است با هم بریم مسیرم نمیخورد باشه یه دقیقه سب کن خدافزی کنم از دوستم رفتم سراغ عباس عباس جون شرمندتم خونه میبینمت برم ببینم اوضاعش از چه قراره ببخش دمت گرم دست دادیم حرف نمیزد اباس لبخند میزد چیزی گفت البته چیزی مثل کسکش منظورش تعریف از زرنگی هم بوده حتما متداول است زیاد شنیدم که اینطور تعریف کنند از کسی البته کلا عباس از من بددهنتر است من زیاد از کلمات رکیک استفاده نمی کنم باید بگویم نمیکردم بعد از بیشتر رفیق شدن با عباس طبیعی بود که کمی یا بیشتر تحت تاثیر مدل حرف زدنش قرار بگیرم کلا فکر میکنم من از آن دسته آدمهایی هستم که تحت تاثیر قرار گرفتنم میچربد بر تحت تاثیر قرار دادنم خوب نیست احتمالا باید بیشتر کار کنم روی خودم سلام نکرده بودیم اصلا سلام سلام بریم ببخشید معطل شدی واسه روزنامه چیزی کار میکنی عکس میگرفتی رو میگم بعد بدونه حتما نه مهم نیست شوخی کردم آره روزنامه نه واسه سایت میگیرم پول میدم بابتش حالا نه اما احتمالا بعدا بدن یکم که بیشتر سایتمون جون گرفت میدونی من اصلا مهم نیست پول بدن یا نه چون دوست دارم میگیرم آها تو چیکار میکنی من چه کار میکنم چه کار دارم بکنم هیچ هیچ کاری نمیکنم اصلا غلط میکنم کاری کنم چه چشمهای خوبی دارد آیدا و چقدر خوب است با کسی که چشمهای خوبی دارد راه بروی حواسم هست که تونتر یا کنتر از آیدا راه نروم تا پیش خودش فکر کند چقدر خوب است با کسی که به کندی و تندی خودت گام برمیدارد قدم بزنی داری به چی فکر میکنی یه جا از یکی خوندم که آدما فکر نمیکنن فقط با خودشون حرف میزنن فقط با خودشون حرف میزنن بعد فکر میکنن که دارن فکر میکنن ها فکر میکنن که فکر میکنن یارو همینجوری گفته خب اینجوری که بالاخره فکر میکنن که نمیدونم ولش کن داشتم فکر میکردم من از آدمایی که فرق دارن خوشم میاد و فکر میکردم تو فرق داری اینطور نبینم نزن نزن آتش نزنم پدر سوخته اگه بگم تو هم فرق داری بیشتر خوشحال میشی یا اگه بگم منم از آدمایی که فرق دارن خوشم میاد چی تو گفتی من فرق دارم آره خب از کجا فهمیدی اصلا که گفته من فرق دارم اینجوری که ارتباط برقرار کردیم خب خیلی متفاوت بود حالا از سر صدام به هم خورد ارتباط بی خیال فکر کردی الان ما هم دوست شدیم الان شماره میدم بهت شماره میدی بهم به من فقط 0 935 371 11 ساب کن باشه 0 9 3 5 3 7 1 یک یک چهار خب آخری رو خودت کش کن همین الان کش کنم خدافز دست نداد دورتر که شد یک بار سر برگرداند انگار با فوتوشاپ تمام آنچه میدیدم را خاکستری کرده بودند جزو جزو که رنگی بود مانتوی خودیش به زردی خورشید نقاشی های اصل دختر خالی فریده هم شده بود جین سرمهیش همانقدر شفاف بود که کاسه های ماست و ترشی قهوه خانه ها زری. فقط او رنگی بود آن لحظه بعد او نبود و همه چیز رنگی شد دوباره اما رنگی واقعی رنگی بیرنگ شهرهای 20 بی در شب کنترل تلویزیون دوبار بار دکمه ای که رویش عدد سه چاپ شده را فشار می دهد. تصویری بر صفحه تلویزیون نمی آید. حتی با سکونت انگار دائمی سکوت آن صدای خوشایند قبل از آمدن تصویر شنیده نمی شود. چراغ سبز کوچک جلوی تلویزیون خاموش است. دوشاخه از پریز برق جدا شده. حال می خواهد مسیر جانکاه یک متر و هشتاد سانتیمتری را طی کنید. حال میخواهد و حوصله حالش را که شیراز جا گذاشته گویا حوصله اش را هم در کمال ناباوری در منتها علیه سررفتگی ندارد آنچه پس از 89 ثانیه قرولند نیمه خیز بر پا داردش یادآوری دندانهای دیگر سرگرمی هاست که به انتظار فرسودن طاقتش بیشتر تیزترند به احمد و عادت سرفجویی پیر زنانش دشنامی میفرستد و از اینکه در گوش ذهنش صدای تشویق میشنود خندهاش گرفته پستر فیلم ترومن شو کنترل دیویدی پلیر سرگرمی نصف شبهای آیدا دراز کشیدن است و گذاشتن دو بالش نرم زیر سرش و تماشای فیلم هایی که در مسیر رفت و آمدش از خانه تا دانشگاه آیدا دانشجوی ترم چهار گرافیک است لطف کردند گذاشتند کنار پیاده روها و هر کدام را به ازای هزار تومان می فروشند پستر فیلم بیوفا کنترل رسیور کمک میخوای؟ نه عزیزم چایی چی؟ چرا؟ کنترل استارست استار ایکس 95 یو اس بالا پایین چپ راست اون اوکی مربعی وسطشون کنار هم بودن منو و اگزیت پاور قرمز نازک مزخرفش که به قدرت هیچ شباهتی نداره احمد جای دو رو با هم عوض میکنه زمنا زبان دستگاه را به فارسی تغییر میدهد پستر فیلم سکوت بره ها عباس هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم هم گرسنه باشد هم انش گرفته باشد تازه خوابش هم بیاید من عباس فتی هستم عباس فتی هستم و فعلا نینان هم گرسنه هم هم باقی غذایا احمد دوست دوست داشتنی موزمارم همین چند ثانیه پیش با دختری که برای اولین بار میدیدش به سمت بالا خرامید بنده کمترین نیست به محض رسیدن آتش سیگارم به فیلتر سیگارم به سمت پایین خواهم خرامید ببینم من که قرار نیست بمیرم پس چرا تمام زندگیم دارد یادم میآید چرا یادم می آید آن دراز بیشا خودم را که برای رنگ نکردن دو صفحه از پیک نوروزی خوابان توی گوشم چرا هنوز انگار هر روز می بینمش که لای دیگر هم نوانش دور می شود آرام و دراز چرا یادم می آید چرا سر به هر طرف بر می انتظار دارم از طرفی که سرم سمتش نیست موتوری ماشینی اتوبوسی کامیونی چیزی زیرم بگیرد چرا فکر میکنم قرار است خانه که رسیدم در آتش جز غاله شوم هرچه مشت به کوبم آتش شود بریزد سرم هرچه راه بیابم آتش شود بیفتد جلوم هرچه صبر کنم پیدا نشود کسی با لباس آتش نشانی به پیجدم لای پتو بیرونم کند چرا به پس از نیستیم که میاندیشم ذره خوشحال نمیشوم که خلاصی خواهم یافت از اجبار ملزومات هستندگی رها خواهم گشت از به زور مستراویدن و استهمامیدن و بلیدن و خوابیدن قد در زنی حتی شادی نمی آورد برام آزاد شدن از بگو مگوهای آن هوای ماهانه و این روزانه و صاحب خانه من که قرار نیست در آتش بمیرم قرار نیست بمیرم پس چرا تمام زندگیم دارد یادم می ای آید چرا یادم می آید جیغ دختر بچه ی قرمز پوش کوچه پشتی را وقتی روی جدول خیابان نشسته بودم تا بازی هم دهند نشسته بودیم تا بازیمان دهند چرا جیغ دختر بچه ی قرمز پوش کوچه پشتی می افتد روی صدای کمک خواستن زنی میان سال که کیفش را پنج قدم آن از من مرد جوان موتوران قاپید و من فقط چند ثانیه راه رفتنم متوقف شد همین و بعد صدای کمک خواستن زن میان سال هی دور می شود هی دور می شود و کم کم صدای کمکم کنه گوگوش جاش را می گیرد و این صدای روز اولی بود که آمدم تهران و من صدای روز اولی که آمدم تهران به تخمم هم نبود همینطور باقی صداها باقی صداهای باقی روزها باید زن بگیرم ماشین ندارم اما کار را که مال ماشین است دارم زنم هم ماشین اگر باشد وام میگیریم و خانه مال هم باشد کاش نهایتا احمد برمیگردد پیش پدر و مادرش تا من و زنم همین جایی که حالا با این باشیم از روستاهای اطراف شیراز زن میگیرم که از خدایش باشد بیاید تهران چه میفهمد فرق میدان و هر را چقدر کسشر میگویم نه زن نمیگیرم احمد میگفت دخترها آشای گنده هیکلهان میگفت کافی است کمی فقط کمی بیشتر بهشون توجه کنی سمتت که میآیند و به حرفت که میگیرند حالا هر حرفی که باشد تو هم به حرفشان بکش نشان بده برایت جذابند چون تو برایشان جذاب بوده ای که سمتت اند و به حرفت گرفتند کافی است تو هم نشان بدهی که برایت جذابند باقیش خود به خود پیش میآید چیزی نمیگذرد که دماغتان را چسبانده اید به هم میگفت دماغتان را چسبانده اید به هم اما به عضوی دورتر از دماغ اشاره میکرد عضوی خیلی دورتر از دماغ چقدر کیر چامه میبافم نه اول باید با پنج نفر سکس کنم بعد زن بگیرم نهایتا با سه نفر بخوابم بعد سکس کنم یعنی زن بگیرم اصلا شاید با آن اوضاع اصلا نخواستم زن بگیرم همینطور که احمد نمیخواهد بگیرد اما نه من زن میگیرم از روستا هم زن میگیرم ماشین که هستم درسم را هم تمام کنم برسم خانه شرط خانم را در بیاورم بروم برینم بیایم پنیر داریم باید سر راه از سوپری لواش بگیرم برینم بیایم پنیر داریم لغمه بگیرم به طول چرا ارز این خیابان تمام نمی شهمدان به یاد آوردن این که اولین عروسی مختلطی که در طول زندگیت رفته باشی عروسی خودت باشد دلیل لبخند تلخی است که احمد بر لب آورد یکان و این هنگام جابجا کردن شمدان بدریخت طلایی اتفاق افتاد و هیاهو آنقدر حواس آیدا را پرت نکرده که دست احمد را نگیرد و آرام نشود احمد از هیاهو عکس بعد کیفیت شمدانی با سه جای شم که انگار از عکسی شاد و پر جمعیت به طرز ناشیانه ای بریده شده سینی جالب است که تشی جنازه در نقطه ای همزمان و مکان شود با تشی جنازه آدمی نسبتا معروف برای خودت که نمیتواند جالب باشد برای آنها که به خاطر تشی جنازه تو آمده اند جالب است بیشتر برای آنهایشان که زیاد از نزدیک نمیشناختند تو را عباس همیشه دلش میخواست جسدش را بسوزانند دلش بیخود خود میخواست دلخواستی است که بسیاری از جوانان خیال برشان بدار دارند یا حداقل زمانی داشتند و به کسانی از خودشان خیال برشان به تر سپردند این تکلیف را تکلیف سوزاندنشون را انگار آنها هم آزوق جمع می کنند و طی مراسمی با شکوه جنازه طرف را به آتش می عکس سینی حلوا کنار خاک و خل روی جنازه عباس گهواره آیدا نوزادش را میخواباند توی گهواره بعد خیره میماند به پیشانی نوزاد میفهمد این پیشانی چقدر شبیه است به پیشانی آن نمیای صدای احمد از فکر پیشانی آن دراز بیرونش میآورد نگاهی به تخت خواب و مرتبیش می کند نگاهی به گهواره و از اتاق خارج می شود عکس تخت خواب دو نفره ای که به شکلی وقیهانه نامرتب است طراحی بدنی تخت بیشباهت به گهواره نیست آیدا اوایل اسفند احمد امروز یه جوک تعریف کرد خیلی باحال بود یه مردی نشسته بوده تو تاکسی هی hey, هر یکی دو دقیقه یه بار میرفته تو فکر دستاشو میمالیده به هم زیر لب میگفته برسم خونه شورت خانمو در بیارم یکم که میگذره راننده شاکی میشه میگه آقا خجالت بکش خانم تو ماشین هی میگه شورت خانمو در بیارم شورت خانمو در بیارم. بعد آقا میگه چیزی نگفتم که من امروز شورت خانمو اشتباهی پام کردم تنگ اسبم ریخته به هم برسم خونه درش بیارم مال خودم فام کنم راحت شم احمد رو خیلی دوست دارم تازه اسمش احمده میشیم عین شاملو زنش الان دو ساله که دارم تقریبا هر روزم رو مینویسم دیروز پیروز داشتم پارسال رو میخوندم بعد فهمیدم هیچ دوره ای از زندگیم قد حالا خوشحال نبودم چقدر موقع خوندن اون روزام که فکر میکردم امید بهترین پسر دنیا است دلم سوخت واسه خودم چقدر بچه بودم یعنی میشه چند سال دیگه که دارم این روزام رو میخونم که فکر میکنم احمد بهترین پسر دنیا است دلم بسوزه واسه خودم فکر کنم که چقدر بچه بودم کی بود میگفت بیشتر آدمو فکر نمیکنم فقط با خودشون حرف میزنن لابد احمد جونم گفته امید که از این حرفا نمیزد امید یه دراز بیشا خودم بود که فقط چشمای قشنگی داشت صداشم خاص و قشنگی بود همین صداش کار دستت داد اگه اون روز جشنواره اینقدر حواست پرت گوشیت نبود پشت سری نمیگفت خانمی که دامن سبز پاد کردی آیا بنده وکیلم شما رو از فاصله ای که با نفر جلویت داری مطلع کنم و پشت سری امید باشه که باید گردنت رو به عقب خم کنی تا ببینی چشماش رو اصلا اگه زودتر یا دیرتر رفته بودی یا اگه قبل از شنیدن صدای دورگش چشمت میافتاد بهش اونقدر خاطرخواهش نمیشدی که حالا وقتی به اون روزا میرسی دلت واسه بچگی خودت بسوزه اصلا من خود بچگی واقعیم رو هم دوست ندارم ای کسی که داری اینا رو میخونی ازت خواهش میکنم از اینجا به بعد رو نخون اگه من هنوز یه جای این کره مسخره آسپال شده دارم نفس میکشم اگه یه ذره شرفداری ادامه نده هیچ حوصله نکردم واسه خودم یه زبون رمزی اختراع کنم تو هم اینقدر بیشور نباش باشه مرسی دختر خوب حس میزنم تو که داری اینا رو میخونی دختری معمولا پسرها سوال خوندن اینجور چیزا رو ندارن مگه یکی باشه که عاشق منی و دفتر منو دزدیدی اگه منو دوست داری بهم به احترام بذار نخون آفرین پسر خوب زودی هم پسش بیار برام ولی تو دختری، یه دختر بیشوره آشغال گوه، دوست داری پشت بخوری گم دیگه داشتم می نوشتم من اصلا خود بچگی واقعیم رو هم دوست ندارم بیشتر این چیزایی که یادم میاد از بچگی هم داد زدن بابام و سر مامانم من نمیدونم چطوری میشه یکی ادعا کنه عاشق یکیه بعد که با هم زیره زیر صف همش در حال ریدن به یکی طرف باشه نمیدونم وقتی یورو فامیلیش جور کشه که انقدر شبیه کشه چرا باید زنش بشه آدم نمیدونم اگه اصلا طلاق نمی نمیگرفتن الان بعضی اون بهتر از الان بود یا نه اما من الانم رو دوست دارم اه من کلی خوشحال بودم چی شد یاد این چیزا افتادم میخوام از این به بعد هر روزم رو ننویسم احمد یادم بود که اگه بخوام نویسنده خوبیشم باید هر چند وقت به چند وقتم رو بنویسم اینجوری نوشتن از این روز نوشته ساده در میاره چیزی که نوشتم رو اینم گفت که حق ندارم تو اس و چت و نوشته و هر چیزی از شکلک استفاده کنم نکنه تو که الان داری اینا رو میخونی احمد منی احمد من خواهش می میکنم نخون بقیه‌شو احساس خوبی ندارم اینجوری چون فکر میکنم ممکنه که یکی بخونه نوشته های خصوصیم رو نمیتونم خودم سانسور رو سانسور نکنم نمیتونم درباره خیلی اتفاق صادق باشم تو که دوست نداری من درباره خیلی اتفاق صادق نباشم دوست داری پس خوندنش رو ادامه نده مرسی متفاوتترین اتفاق اتفاق این چند روزی بود که با مریم مریم خودم نه مریم دوست ستاره و ستاره و علی دوست پسر جدیدش که خیلی چندشه و احمد رفتیم باغه بهش نار خوردیم تو جمعای دختر پسری کسی که زوج چقدر از کلفه زوج بدم میاد نیست با کسی دیگه ای مثل مریم اون روز خیلی گناه داره من خودم کلی از این گناه ها داشتم دوست بزرگتر از خودت باشن همین میشه دیگه واقعا بده مخصوصا وقتی تعداد بالا نیست هر جوری باشی یه جوری بدی برداشت میکنن تنها خوبی که داشتن رو روز این بود که علی دوست پسر چندش ستاره بهمون به حادثه عجیب برای سگ در شب رو معرفی کرد تاکید هم کرد که نشر افقش رو بخریم برگشتن با احمد از شهر کتاب نیاوران خریدیمش نشر کاروانش رو نداشت افقش رو تو پارک نیاوران چند فصلش خونیم با خیلی خوب بود اگه بخوام یه روز داستان بنیسم اون مدلی می میرم بقیهش رو بخونم چند دقیقه دیگه چند فیلم خوبم دیدم آلما رو پیدا کردم تاک توه از فیلم خوبی بود خوب صفت درخوری نیست با خوب خالی ظلم میکنم در حقش مرکه محشر همچین چیزایی باید بگم از اونا بود که تیتراج آخرش شد تا ته نگاه میکنی از بوه تو پر از حس بودن تو طول فیلم و لذتی که داره همینطور کش میاد ساناز میگفت المدور اسمش باید بقیه فیلماشون هم گیر بیارم یکیش رو داره توش مادر داشت و از اینا که بگذریم به قول اون شاعر ترانسرا با اندکی تغییر در کلیت ماجرا کماکان عکس نوشتن عکس خواندن عکس دیدن عکس خوردن و عکس نوشیدن همه زندگیمه اواسط فروردین خیلی وقت بود این وقت صبح بیدار نشده بودم از خواب این وقت صبح که گنجیشگاه روی درخت کنار خونمون جیک جیکشون بلند شده باشه معمولا به این وقت ها میرسید میگرفتم میخوابیدم کجا خونده بودم که یکی نوشته بود حاضر قسم بخوره که هیچ گنجیشکی رو درختانیست و این صدا رو خود درخت, رو درخت رو در میارن منم الان هر چی چشم چشم کردم چشمم به چشم هیچ پرنده ای نیفتاد منتظرم احمد برسه سر کوچه میس بندازه برم پایین بریم داراباد قرار میس بندازه اما هیچ وقت میس نمیندازه تا بر ندارم و نگه حرفش رو حتی همین من پایینم بیا و نگم حرفم رو همین میام الان حتی قدر نمیکنه جونگولولولوی منه کوتا برسه حالا علیکی زود پا شدم اونم خسته بودم دیشب نمیدونم مامانم این همه لباس رو میخواد چیکار کنه نصفشون رو هم اصلا نمیپوشه ها من خوش سلیقه هم باید پاساش به پاساش مغازه تا مغازه باشین این برون برشم فصل یه بار بود خوب بود اما ماهی یکی دو سه بار حتی بعض وقتا اینجوری بودن هم یه جور مریضیه برای خودش اگه بگیرم بخوابم دیگه بیدار بشون نیستم چه عید بدی بود امسال هیچ جا نرفتیم همه هم یه جا رفته بودن حتی احمدینا که قرار نبود برنجای یکی دو روز مونده به تحویل سال رفتن شیراز اونجا هم که هر وقت به سر خاک رفیقش عباس بود هدف یه چیزی میشه که یه ربطی به اون داره مردم کاش تو چشم شروع میکنن به لرزیدن یه جوری میشه انگار اگه من پیشش تا باشم اشکش در میاد درست و حسابی حرف نمیزنه دربارش اما فکر کنم همون شبی که تئاتر شر دیدیم همون تصادف کرده چند روز بعدش مرده یا اون روز مرده چند روز قبلش تصادف کرده حرف نمیزنه که بچه‌م اما معلومه دوستش داشته خیلی این زدم که یه ریز پیشش بوده دور از جونش حواسم باشه دلخورش نکنم رقمه روبروی کلانتری هم خاص بدم بهش دلم لواشم لباش شده واسه زبونش وقتی راستی دارم رمز زبون رمزی اختراع اگه با زیاد ننویسم همش مجبور میشم برم سراغ کاغذ رمز گشام بعد اگه یهو بیفتم بمیرم چون کاغذ رو عین کاغذ کارگاه گجت نابود نکردم هر کره خل نفهم بیشرف و بیشوری میتونه بفهمه چه چیزایی رو خیلی خصوصی نوشتم تا یهو این نمردم میذارم تمرین کنم نوقبسک بارونگی کاکو اومد یک و سی و چهار دقیقه است الان رسیدم خونه انقدر خستم خوابم میاد که نگو اینو سب کنم بخوابم امروز هفته 1387 ساعت 1 و 12 دقیقه احمد ازم پرسید اگه بخواد باشه ازدواج کنم قبول میکنم یا نه اواخر تیر امتحانه رو مزخرف دادم تازه تزهازن غکب بق سبزی بهی خب نمی سزی پی به باز پزن پژن باز پزن جهزا از همه چیز بدتر اینه که نمیخوام نب نبون زز نه ززن قیگز پزا پگوی پسپی گزن زقسن دهوی بناز لیت دزباب گنگن گوخی دزاسا پهزگزن چهبب سمغوس زهزبزن بهون خبمب گیکتان پب بخن زبو کز چزا سزی حالا تو این وضعیت جدید جدی داره مرویز میشم چه فرقی میکنه حق تام همونه دیگه میریم خرید میریم آرشگاه شورت خانمو در میارم تقصیر احمد به خدا تو دهن منم افتاده هر وقت صحبت از انجام دادن یه سری کار تو آینده است قطعا کار آخری در آوردن شورت خانومه تلویزیون معلوم نیست از کی واسه کی روشنه ازم زن زندگی در میاد اگه پاشم برم خاموشش کنم الان بلند شدم یه جمله رو کامل شنیدم دویدم برم ببینم درست حد زدم از صدای یارو که آخونده تو مسیر رفت به نظرم بعید اومد از صدا و سیما صدا و سیما بودم ما ولی آخوند غیر آخوندش رفته بود تو مسیر برگشت به اتاقم دیدم چه علکی جوگیر شدم بیخاصیت و آزمایش ناپذیر و حس گناه تقویت کن چه مقدار از انرژی شبانه روز ما صرف تلاش برای بهتر شدن روابطمون میشه پایان داستان آندراز مرداد نبد جنراتور راست هستم آشخاله رو ولی با دست چپ پرز میکنم تو سطل آشغال کنار خونمون از پنج متری پرت میکنم کسی زباله رو دقیق میندازمشون تو حتما اگه یه دختر خوشکل خوشکل هر شب از پنجری خونشون ببینه این حرکتم و عاشقم میشه بعد یه هفته کارم درسته چپ دست است اما برس گردگیر را با دست راست می کشد روی شانه های یونیفرمش حتما اگر زنش زنده بود پشت سرش طوری که او هم در آینه معلوم باشد می ایستاد و می گفت هنوز جذاب ترین مردی است که می شناسد را می سمت مترو تو را به این فکر می کنم که من که یه دوست دختر خوشگل خوشگل دارم پس چرا باید به این فکر کنم که یکی عاشقم شه که البته اونم خوشگل خوشگل باشه من آدم ام متعهدم اصلا اگه به پنجره دختر خوشگل خوشیکلی باشه که عاشقم شه و بیاد بگه بهم به باید چی بگم بهش که خودم یه دوست دختر خوشگل خوشیکل دارم و باید یه خورده صبر بکنه تا دوست دختر خوشگل خوشیکلم باهم به هم بزنه میتونم ازش شماره بگیرم و یواش یواش یه طوری جلو برم باهاش که اگه با دوست دختر خودم کات کردیم با این ادامه بدم والا مگه بقیه چیکار میکنم تو موقعیت مشابه منم مثل بقیه واسه اینکه آدم لاشی نباشم مثلا دستشو نمیگیرم مثلا بهش مستقیم ابراز علاقه نمیکنم بلوند باشه چه میده تا حالا دوست دختر بلوند نداشتم پرده خردلی پنجره خانه ویلاییش را که کنار میزند ماشین مشکی شیشه دودی که هر صبح دنبالش میآید را میبیند کلاهش را از روی جالباسی بر کلاهش را از همان روی جالباسی غازی میکند جنگ باز ایران در تاریخ به عنوان کسی که فرمان پرتاب نخستین بمب اتم در هزاره سوم را داده ثبت خواهد شد ولی او فقط فرمانبر است فرمانده دیگری است بعدها میگویند فلان رئیس جمهور آمریکا بیسار کرد نمیگویند فلانی مسئول آتش دادن بود این زمان نزدیک به ده دقیقه که طول میکشه از بالای متروی تجریش برسی پایینش یا از پایینش بری بالاش جون میده واسه فیلم کوتاه باید یه فیلم کوتاه بسازم دوربین از دید یه شخص سوم باشه شخص اول و دوم یه دختر و پسر باشن پسر نرسیده به ایستگاه تجریش از دختر خوشش میاد میره تو کارش مخشو میزنه و همینطور بالا میان شخص سوم پشتشون حرکت میکنه و میبینه و میشنوه اینجوری باشه که تو این مدت اینا عاشقشن و عاشقشن و به هم بزنن تا میرسن بالا پس شخص سوم که اونم شاید قبلتر از پسر از دختر خوشش میومده بیاد جلوی دختر او یه چیزی بگو فیلم تموم شه تو همین فکرام که میرسم به قسمت طولانی ترین پله ها اونجا که سقفش این سرسر آبیه که خوشم میاد ازش پله برقی کار نمیکنه مجبوریم از پله عادی بیایم پایین پای یکی میره رو چادر اون یکی اون یکی تعادلش رو با نگه داشتن من سعی میکنه برقرار کنه نمیتونه من قل میخورم پایین پایین تر چیزی یادم نمیاد از بعدش تو بیمارستان به میام این 20 دقیقه‌ای که طول می‌کشد تا به پنتاگون برسند معمولا با ورق زدن روزنامه آن روز همراه است این روز اما طور دیگری است کمی جلو می‌کشد خودش را و سرش را برمیگرداند میخواباند به عقب پلکش رو آرام میبندد. تخت رو تنظیم می‌کنم که بالا شکم بیاد بالاتر گوشمو رو برمی‌دارم زنگ می‌زنم الهه بیاد پیشم تا الهه برسه به این فکر می‌کنم که تو این لحظه ژنرال آمریکایی رسیده به اتاق جنگ اونجا بالاخره یه جوری قرار اعلام کنه شروع حمله رو به این فکر می‌کنم که اعلام کردنش همزمانش با تمام شدن دیالوگ من و الهه دلم نمیخواد اینجا باشم فقط امشب اینجایی ای. نه منظورم این دنیاست پایان داستان جنراتور خرداد 92 سولماز چشمامو که باز کردم دیدم سولماز رومه من فقط شورت پامه اون لخت لخت شورتم پاش نیست سولماز؟ من سولماز نیستم خیلی سرتر از اونم راست میگفت سولما سینهایی به این خوش فرمی نداشت انقدر همه چیش با هم عالی نبود انقدر از هم فاصله نمی دست و موقعی که میذاشتم این بر برای باستنش سولماس فقط شبیه بود بهش خب کی قبل از زلزله داشتی به چی فکر میکردی؟ داشتم تریاک میکشیدم قبل از زلزله داشتم به سولماس فکر میکردم قبل از هر چیزی داشتم به سولماس فکر میکردم که چرا یه هوی بی خیال همه چی شد چی شده که حتی حالا که چهار سال میگذره از دیگه با هم نبودنمون بازم جواب تلفنمون نمیده چرا از تلفن اومی که بهش زنگ میزنم تا میفهمه منم قطع میکنه چرا از اون زمان هشت تا دوست به سر عوض کرده ولی حاضر نشده با همه اعتمادی که میدونه میتونه بهم داشته باشه یه جا از اون جایی که خاطر ساختیم حاضر شه یه مکالمه از 800 مکالمه ای که داشتیم تکرار شه یا تکرار نشه فقط حرف بزنیم با هم حرف بزنه با من حرفم نزنه من همه چی میدم که فقط یه بار دیگه بتونم صداشو از بین تموم صداها خنده هاشو از میون همه همه, 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 همه ها بشنوم صدام کن سولماز سولماز لابلای توسم و لبخند و خنده لبشو می پایین رو به لبام و میگفت نه منظورم اینه که با اشوه بهش بیای به لحنش متصلی زمزمه میکرد نه منظورم اینه که بهم بگو سو لبم بوسید بوسه از هر جای صورتم میخواست بگیره قبلش نگاهش رو ازش بر میداشت. طاقت هر نقطه ای ازم رو که میبوسید زود تاق میشد برا برای لباش و در انتظار لبترین نقطم بود لبم لبم مثل یه سیل زده سرم مثل یه سیل بلند شد سمتش قیام کرد براش حجوم برد بهش تنانگیمون خود عشق بازی بود ما فقط سکس نکردیم من فقط نکردمش اون فقط بهم نداد ما فقط گاهی نداشتیم اینترکورس گاییدن دخول جما فاکینگ نه اینا هیچ کدوم گویای ادغام لذات حالات آلاتمون نیست تو این فکرها بودم که شکم شروع کرد به قلمبه شدن نه فقط مراحل رشد جنینی نه ماه در عرض سی ثانیه ته شد که بچه تازه متولد شده بعد از یکی دو دقیقه شد یه دختر بچه پنج ساله همیشه دارم دختر بچه پنج ساله میخواست گذشته باشه از نوزادیش گذشته باشه از زبونیش گذشته باشه از کم فهمیش نرسیده باشه به بچه نبودنش اما اما کسی رو پیدا نکرده بودم تا مادرش باشه سولماز بود که اونم گذاشت رفت بیچ دلیلی نه تو دلیلی که منو قانع کنه که چرا دو ساعت بعد از 92 و دومین سکسمون بعد از 88 مین رضایتمون بیخیالم شده دلیلی که بتونه به من بگه دلیلی که بگه حتی بگه اصلا بگه فقط نمیدونم چند تا پسر تو اون دنیا وجود داشتن که واسه حفظ رابطه با دختری تلاش کنن که از کون دادنش به مردای قبل از اون به نیکی یاد میکنه نمیدونم ولی میدونم که همیشه فاکر موفق از عاشق حداقل تو اون دنیا اینجا خیلی باحاله خودت خیلی باحالی نه جدی من فکر میکردم یه دلخوشی کیریه عطس گردنش حتی حالا بعد از کردنش نشه کننده بود کنار گوشم زمزمه کرد اینجا بی ادبی تلقی میشه این حرفا نه خیرم اشتباه تلقی میشه منظور دلخوشی علکی بود کیر علکی نیست پایان داستان سولماز تیر 92 پسره و توضیحات اضافهش دخترها خوباشون در مورد بداشون صحبت نمیکنم. کنم. اونا که روابط اجتماعی حداقلی دارن وقتی دوست پسر به معنی واقعی کلمه یعنی کسی که حق داره به روابط مشکوک طرفش معترض باشه ندارن چندتا پسر رو دور خودشون نگه میدارن این پسرها هر کدوم واسه یک کاری هن. یکی پسر که فیلمی اگه بخواد میگه بیاره براش یکی پسر که دانلودی اگه داره میسپره بهش یکی پسر که هم مالیاشو گردنش میندازه و همینجور بسته به شخصیت و موقعیت اون دختر میتونه اون پسر آقا پسر یه کاری باشه درباره خوب بودن نبودن این قضیه همینطور درباره اینکه طبیعتا همچین آپشنی مختص جنس زنه صحبتی نمیکنم دختر خانوما رو از منظر زیبایی شناسی نوجوانانه برای به جوانانه میشه به پنج مدل تقسیم کرد از خیلی زشت تا خیلی زیبا کوزت آنشلی هنا سیندرلا و سفید برفی که خب واسه این دوتای آخری اون پسرای بیشتر پیش میاد فراهمه من یکی از اون پسرام الان میتونه تیتراش شروع شه وقتی افسانه زنگ زد تو برم واسه دکور تئاترشون که طراح صحنش بود رنگ سفید بگیرم خونه شقایق بودم داشتم واسهش ویندوز 8 نصب میکردم شقایق پرسید کی بود گفتم یه خری مثل تو فهمید شوخی کردم هیچ شبایتی به هم نداشتن افسانه همکلاسی شمالین بود و 6 سال کوچکتر از من شقایق تو دفتر دیجیتالی فرید کار میکرد و زنی بود واسه خودش ولی جفتشون سیندرلا بودن شقایق خندید شقایق کلا خیلی میخنده از پرسید فرید بهت گفته یه بچه سه ساله دارم گفتم نه گفته بود ولی گفته بود وقتی یه ساله بوده طلاق گرفتن و حالا پیش مادر شقایق که اونم وقتی شقایق یازده ساله بوده طلاق گرفته از بابای شقایق داره بزرگ میشه اسفهان نصف جهان نصفش نصف شده بود گفتم بقیهش کاری نداره برم بعد برم جایی زد زیر گریه به خاطر اینکه میخواستم برم نزد زیر گریه زد زیر گریه و گفت یه سال ندیدمش گفت من مامان گوهیم وقتی صندلیمو من سر دادم سمتش رو دستم و بردم پشت موهاش و بغلش کردم تو دلم گفتم گور بابای افسانه گفتم نمیرم میمونم پیشت شبم میمونم اگه بخوای خودش از تو بغلم در آورد دماغش کشید بالا گفت نه نمیخوام قرار فرید بیاد شب وقتی دست کردم تو جیبم سیگار در بیارم تو دلم گفتم گور بابای شقیق یه ساعت دیگه اجرای اول افسانه اینا بود و از پاسداران تا انقلاب خودش همین حدود راهه تا پا شدم گوشیم زنگ خورد زهرا کارگردان کوزت کار علی رو فرستاده بود واسه رنگ نیازی به زحمت جنابالی نیست خوش بگذره خوش بگذره رو لابد واسه شنیدن ودکا میخوری یه شقایق پروند میخورم دیگه چیکار میمونه کنم افسانه روزانه با سی نفر میلاسه بعد من یه ویندوز نمیتونم واسه همکار رفیقم نصب کنم یا همین خانم ودکا میخوری یکی نیست بهش بگیم مامان گو این همه این پسره بدون منت رو توقع بهت حال داده شده یه بار غیره یه شنگولی چیزی بدی بهش استکانو گذاشت جلوم گفت میخوای با دوستم آشنا کنم گفتم خوشگلتر از توه گفت معلومه که نه گفتم پس چی گفت نقاش ها گفتم پس باشه زنگ زد به یکی گفت بهار جون عکساتو چاپ کردم بیا با فلشت ببر زنگ درکه که خورد گفت تو برو باز کن ودکا استکانو سر کشیدم رفتم در باز کردم چه دافی چه دافی که لابد تخت را سرخ میخواست و بهار سفید برفی بود بیشک اینکه تو بتونی به یه دختر بدون هیچ آرایش و عملی بگی دافی یعنی طرف سفید برفیه وقتی راه افتادم برم به اجرای دوم افسانه اینا برسم همه تو خیابون حنا بودن همه آنشلی بودن دم در سالن زهرا رو دیدم که کوزت بود تماشاچی همه آنشلی بودن بازیگرا همه حنا بودن یا گاف صندوق سفیدم وسط سن بود پایان داستان پسر و توضیحات اضافه اش فروردین 92 یو مثل که چینی میشه نفت اسم این داستان به چینیه به دکتر عباس میلانی تقدیم شده خورشید میشاشید نشسته میشاشید مرد نبود که ایستاده بشاشد زن بود و بایست نشست محتاب نصفه باد محکم درخت قنچه نداشت پاییز باد میشد میزد محکم گره شال خورشید را باز کند شال زرد و شاش زرد خیابان سیاه ترس بند می آورد و بیشتر می کرد بیشتر می کرد اما بند می آورد هوا هوای لوات نبود هوای زنا بود صدایی که بود گربه بود بچه بود ناله بود آه بود اوه بود چند کوچه بالاتر دو قورباغه یکی قهوه‌ای یکی لجنی زده بودن زیر آواز تجاوز به ایرانیان حق ماست با هم نمیخواندند تجاوز و حق ماست را لجنی میخواند به ایرانیان را قهوه ای خورشید میلرزید نشسته میلرزید هنوز تمام نشده بود تا ایستاده بلرزد تمام نشده بود تمامش آرام میریخت روی آسفالت آرام و منقطع جوانی بلند با ژاکتی کرم که پشتش به چینی چاپ شده بود عشق زیر لب زمزمه میکرد دستم لای پای خیلی از. انگار برای رب کردنش زحمت میکشید صد متری با خورشید فاصله داشت و چیزی نمانده بود تا صداش به صداهایی که خورشید میشنید اضافه شود خورشید میشنید تجاوز به ایرانیان خیلی است تجاوز به پای خیلی از. ایستاد بلند شد بلند پیش از بالا کشیدن شلوارش رسید خورشید را خواباند خورشید را گریاند خورشید جیغ زد قورباغه های چشمک سکسکشون گرفت و, و قهقه زدند خوشید میتابید پایان داستان یورا آذر 92 سیویل خوشگله مردی به ریش نیست اما شاید به سیویل باشه کلا تو زندگیم همین یه جمله رو گفتم که نوشتم الباقی فقط به درد همون گفتن میخوردن از آقا خدا بیامرزم فقط همین سیبیل خوشگله به من رسید با اون همه سکش اونم ده پونزه سال بعد سکتش بچه سال بودم همه رو داداش بازرگاه پولی کردن حکمان همین بود که تا تو روزنامه خوندم پژوهشگاه فضایی 20 نفر میخواد که یه ماه دراز کشن تا روشون آزمایش پازمایش کنن جلی پریدم اتوبوس شرق و سوار شدم و و بودو تا ایران زمین رفتم یکی دو میلیون تومان کمتر بیشتر میدادن اما با سیویلمو میزدم پایان سیویل خوشگله مهر 92 و پایان کتاب آندراس و چند داستان کوتاهتر.